پرزیدنت ترامپ روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید با اعلام امضای یک فرمان ریاست جمهوری و یک مصوبه کنگره از خواسته‌های دموکراسی خواهانه مردم هنگ کنگ قویاً حمایت کرد. گزارش از همکارم فرهاد پولادی. پرزیدنت ترامپ با انتقاد از چین گفت برای پاسخ و نگه داشتن مقامات دولت چین در مورد اقدامات ظالمانه یک فرمان در حمایت از مردم هنگ کنگ و یک طرح مصوبه کنگره را امضا کردم. او گفت که این فرمان به دولتم امکان می‌دهد که افراد و نهادهای چین که در سرکوب آزادی‌های مردم هنگ کنگ نقش دارند را پاسخگو کند. پرزیدنت ترامپ در ادامه به تشریح فرمان ریاست جمهوری دوم خود پرداخت. امروز من همچنین یک فرمان اجرایی دیگر امضا کردم که به معاملات بازرگانی ترجیحی بین ما و هنگ کنگ پایان می‌دهد. از این پس با هنگ کنگ همانند خود چین قرارداد امضا می‌شود، بدون هیچ امتیاز ویژه‌ای و بدون هیچ تعامل اقتصادی خاص و بدون صادر کردن فناوری‌های حساس. رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از اقدامات چین و همچنین ضعف این کشور در اطلاع رسانی درباره ویروس کرونا گفت دور دوم مذاکرات اقتصادی با چین را انجام نمی‌دهد. پرزیدنت ترامپ گفت دولت من سخت‌ترین تعرفه‌ها را برای کالاهای چینی وضع کرد و کشورهای زیادی را ترغیب کردیم که از امکانات و تجهیزات شرکت هواوی به دلیل خطر امنیتی استفاده نکنند. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.